تکنیک‌های ترجمه قسمت دوم. همیهنان عزیزم سلام. در جلسه پیش از چهار تکنیک ترجمه یعنی وامگیری، گرده‌برداری، ترجمه کلمه به کلمه و تبدیل صحبت کردم. اکنون می‌خواهم به معرفی برخی دیگر از تکنیک‌های ترجمه بپردازم. 5. جابجایی یا مدولاسیون. تکنیک جابجایی را یا به این دلیل به کار می‌برند که یکی از مشکلات ترجمه را برطرف کنند، یا به این خاطر که شیوه نگرش خوانندگان زبان مقصد را در نظر داشته باشند. به عنوان مثال جمله فرانسه کیسه تو نپتت پتار که معنای کلمه به کلمه آن عبارت است از کسی چه می داند؟ شاید تو اشتباه نمی کنی؟ را می توان این گونه ترجمه کرد. کسی چه می داند؟ شاید حق با تو باشد. زیرا جمله اخیر در زبان فارسی مصطلح‌تر و مانوس‌تر به نظر می رسد. همچنین جمله انگلیسی We won't be finished on time که ترجمه کلمه به کلمه آن عبارت است از ما سر وقت تمام نخواهیم شد، باید این گونه ترجمه شود. کار ما سر وقت تمام نخواهد شد. یا کارمان را سر وقت تمام نخواهیم کرد. همچنین اگر جمله فرانسوی Il est moins fort que moi را در نظر بگیریم، معنای کلمه به کلمه آن عبارت است از او از من کمتر قوی است. اما این جمله در زبان فارسی اندکی غیرعادی به نظر می رسد و باید این گونه ترجمه شود: من از او قوی ترم. از جمله جابجایی های بسیار مهم جابجایی نحوی است. در ترجمه از زبان‌های اروپایی به زبان فارسی جابجایی نحوی تقریباً اجتناب ناپذیر است، زیرا ساختار زبان فارسی با ساختار زبان‌های اروپایی تفاوت‌های فراوان دارد. بارزترین تفاوتی که همه از آن آگاهند جایگاه فعل است که در زبان فارسی در پایان جمله و در زبان‌های اروپایی در میان جمله قرار می گیرد. اما منظور من در اینجا انواع دیگر جابجایی های نحوی است. مثلا جابجایی عبارات در یک جمله اندک طولانی. به عنوان مثال جمله فرانسوی Je n'ai pas pu dormir car j'étais trop fatigué و معادل انگلیسی آن یعنی I couldn't sleep because I was too tired را می توان با جابجایی دو عبارت این گونه ترجمه کرد: چون خیلی خسته بودم خوابم نبرد، یا چون خیلی خسته بودم نتونستم بخوابم. در حقیقت ما در زبان فارسی اول دلیل را توضیح می دهیم و سپس نتیجه امر را بیان می کنیم، اما در زبان‌های اروپایی عکس این امر صادق است. نمونه دیگر جابجایی نحوی را می‌توان در ترجمه فارسی این جمله فرانسه و معادل انگلیسی آن نشان داد. جمله فرانسه عبارت است از Il est parti sans dire au revoir و معادل انگلیسی آن He left without saying goodbye. ترجمه این جملات با استفاده از تکنیک جابجایی چنین خواهد بود: بدون خداحافظی رفت، که البته در اینجا از ترفند پیراستن نیز استفاده کردیم. 6. تطبیق. تطبیق به این معناست که به هنگام ترجمه
باید تفاوت بین واقعیت‌های فرهنگی جامعه مبدأ و جامعه مقصد را در نظر بگیریم. به عنوان مثال در انگلستان و امریکا واحدهای اندازه‌گیری طول، وزن یا درجه حرارت هوا با واحدهایی که ما در ایران به کار می‌بریم تفاوت دارند. بنابراین در ترجمه آنها می‌توان از تکنیک تطبیق استفاده کرد. مثلا واژه فارنهایت را که یک واحد سنجش درجه حرارت است می‌توان پس از محاسبه با واژه سانتیگراد جایگزین کرد. به عنوان مثال جمله انگلیسی The boiling point of the water is 212 degrees به راحتی اینگونه ترجمه می شود. آب در درجه حرارت 100 سانتیگراد به جوش می آید یا درجه جوشش آب 100 سانتیگراد است. یا حتی آب در درجه حرارت 100 سانتیگراد می جوشد. به همین شیوه نیز می توان از کلمات فوت، یارد، مایل و غیره که برای فارسی زبانان چندان آشنا نیستند پرهیز کرد و واحدهای متداول در زبان فارسی را به کار برد. بد نیست اضافه کنم که واحدهای اندازه‌گیری در زبان فرانسه و فارسی کم و بیش یکسانند. با این همه در ترجمه آنها نیز باید ریزبینی هایی را به کار ببریم. مثلا در دستور پخت غذا در زبان فرانسه غالبا عبارت اون کویغه اکفه به معنای کلمه به کلمه یک قاشق قهوه خوری به کار می رود. اما در برگردان این عبارت بهتر است از عبارت یک قاشق چای خوری استفاده کنیم که برای فارسی زبان ها ملموس تر است. مثلا اجوته این کوی قیقفه دو سوک یک قاشق چای خوری شکر اضافه کنیم. 7. معادل یابی. معادل یابی تکنیکی است که با استفاده از آن با نگارشی کاملا متفاوت همان حالت و شرایطی را که در زبان مبدأ وجود دارد به زبان مقصد بیان می کنیم. به عنوان مثال اصوات حاکی از درد، تعجب یا خوشحالی را به این شیوه می توان به فارسی برگردان. مثلا اوچ در زبان انگلیسی یا ای در زبان فرانسه بیانگر درد هستند و به جای آنها در زبان فارسی می توان از آخ یا وای استفاده کرد. امثال و اصطلاحات را نیز می توان به یاری همین تکنیک به فارسی برگرداند. مثلا به جای ضرب المثل فرانسوی اونی روندل نف پل و پرنتان به معنای کلمه به کلمه یک پرستو بهار را نمی سازد یا به وجود نمی آورد می توان این ضرب المثل فارسی را به کار برد. با یک گل بهار نمی شود. همچنین اصطلاح انگلیسی It's a piece of cake به معنای کلمه به کلمه یک تکه کیک است می تواند این گونه به فارسی برگردانده شود. مثل آب خوردن است یا مثل آب خوردنی. تکنیک هایی که تا اینجا برشمردم همگی به قلم وینه و دغبلنه نوشته و توضیح داده شدند. البته در سالهای 1990 زبانشناسان و مترجمان دیگری از جمله میشل بلاغ، هلن شوکه، میشل پایار، ژان رونه لادمیرال و چند تن دیگر تکنیک هایی را به این مجموعه افزودند. اما شرح و توضیح آنها و ارائه مثال ها فرصت
بسیار بیشتری می طلبد و چنین به نظر می رسد که دانستن و به کار بردن همین فنون ترجمه‌ای که در این دو جلسه معرفی شدند برای آسان‌تر کردن کار مترجمان تا حدود زیادی کفایت خواهند کرد. از اینکه وقت خود را در اختیار من قرار دادید متشکرم. روز خوشی را برایتان آرزو می کنم و خدا نگهدار.